موضوعی را که انشالله در مقدر زمان محدودی که فرصت داریم در موردش بحث میکنیم یکی از امراض مهلک و خطرناک و کشنده است که متاسفانه امت اسلامی را در بر گرفته و بدون شک یکی از بزرگترین دلیل بر ضعف و انحطاط و ذلت کنونی امت هست او عبارت از شیوع مرض خطرناک قومگرایی و تعصبات و نجات پرستی و زبان روابط در میان انسان ها خصوصا کسانی که دارای عقیده مشترکن چگونه هست؟ آیا زبان و نژاد و منطقه و قبیله اینها را باید از هم جدا بکنه و اینها اینها دلیل بر برتری طلبی ها باید باشن قطعا نه الله متعال در آیت دیگه رابطه موجود در میان کسانی را که کلمه توحید را میگن ولا اله الا الله و محمد رسول الله را میگن را معرفی میکنه می که انما المؤمنون اخوه هر و فقط و فقط این مؤمنان هستند که برادر همدیگه پس ما مسلمان ها با وجود تفاوت ها در نژاد و در زبان و در قوم و در قبیله با همدیگه برادری ایمانی داریم این برادری ایمانی ما بر مبنای پیوندی است که الله در میان ما بسته کرده و بر بنده مؤمن پیوندی را که الله بسته کرده باشه به مراتب ارزشمندتر و گرانبهاتر و معتقد بودن به این جزء از عقیده اسلامی است که ما به عنوان مسلمان برادر همدیگه هستیم و الله تبارک و تعالی در قرآن کریم امی پیوند و برادری را در فرایز مشخص دینی معرفی میکنه یعنی معتقد بودن به برادری دینی جز از عقیده اسلامی است و اگر کسی به این عقیده به این به ای موضوع باورمند نبوده باشه به با آیه انما المؤمنون اخوتون معتقد نیست و این انکار کرده الله تبارک و تعالی بر اساس ایمان هست که بین ما شما پیمان موالات و دوستی را مستحکم کرده و الله متعال در قرآن کریم می فرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی ها دوست و یاور بعضی دیگر هن. و امور رقم بازر میان کفار هم میگه زنان منافق و مردان منافق دوست و یاور یک دیگر هستن پس اساس تعامل انسان مسلمان اول از بود اعتقادی معتقد و باورمند باشه به ای که هر مسلمانی با همه تفاوت ها در نجات و در زبان و در قوم و در قبیله برادر ما هست و اگر یک نفر یک مسلمان را برادر خود ندانه به آیه نازل شده الله متعال معتقد و باورمند نیست و هیچ انحرافی بزرگتر از این انحراف وجود نداره پس وقتی یک انسان مسلمانی شعار لا اله الا الله را سر میته و بعد نژاد خود را و زبان خود را و قوم و قبیله خود را به دیگران برتر بدانه در انحراف فکری بسیار واضح واقع شده و متاسفانه در جامعه اسلامی این انحراف خیلی خطرناک بوده و هر روزم توسط استعمارگرا دامن زده میشه شما وقتی تاریخ اسلام را مطالعه بکنید یکی از بزرگترین میدان هایی که همیشه دشمن در تلاش صدمه زدن مسلمان ها بوده امید دریچه وارد کردن تعصبات بوده از صدر اسلام تا حالا از صدر اسلام تا حالا می رقم بوده شما داستان اصحاب صلی الله علیه و سلام را حتما میدونید ما با بعضی از نکات مهمی از اشاره می مردمان انصار که متشکل از دو قبیله بزرگ بودند قبیله اوس و قبیله خزرج قبل از اسلام در جنگ های بسیار خطرناکی با همدیگه خود واقع بودند و الله متعال بر اساس رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان از اینها محبت و مودت ایمانی را به رسول الله برقرار کرد که الله متعال میگه اگر اگر تو هم بر رسول الله الله علیه و میگه اگر تو همه آنچهره که در زمین هست را انفاق میکردی ما الفت بین قلوبهم در میان قلب های از اینها الفت انداخته نمیتونید ولکن الله الف بینهم اما الله متعال در میان از اینها الفت انداخت اینمی الفت و محبت و مودت انصار بود که تانستن مدینه را مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را پایگاه بر ابلاغ و دعوت و مبارزه و جهاد قرار بدن و مثلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دعوت اسلامی دفاع میکردن مثلی که از همسر و از فرزندان خود دفاع میکردن. این برای همه دشمنان خصوصا دشمنان داخلی بزرگترین خطر بود و خطر اتحاد را خوب میدانستن و به همین خاطر از هر فرصت ممکن به خاطر از بین بردن اتحاد مسلمان ها تلاش میکردن. خصوصا عبدالله ابن عبای و پیروان گمراه و منافقش باره عبدالله ابن عبای و یهودی ها خصوصا میبینن که مردمان انصار اوس و خزرج در کنار همدیگر با بسیار خوشحالی به عنوان یک برادر دینی خود نشسته هستن و صمیمیت بسیار زیاد در میان از آنها هست یهودی داخل مدینه و منافقین برشان خیلی سنگین تمام میشه یکی از منافقین میآید در میان انصار اشعاری را میخوانه که در دوران جنگ بین خوز و اوس در دوران جاهلیت میخوانند و از افتخارات سابقه خود یادآوری زمانی که اشعار را در میانشان هر کدام به صلاح از مردمان انصار را هم امو غیرت دوران و جاهلیت شون. غیرت جاهلیت دوباره در میان از اینها زنده میشن و نزدیک است که با همدیگه درگیری واقع شود رسول الله صلی الله علیه و سلم از این گپ خبر میشه وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میای با بسیار الفاظ تند اونها را خطاب میکنه و تهدیدشان میکنه میفرماید ابدا اول جاهلیتی و انا بین اظهرکم هنوز مادر در میان شما هستم شما دوباره شعارهای جاهلیت را سر میتین اصطلاح جاهلیت یعنی ارزش های فکری حاکم در دوران شرک و در دوران بت پرستی پیامبر صلی الله علیه و با بسیار جدیت میگه به اول جاهلیه شما دوباره به دوران شرک برمیگردین شما دوباره ارزش های دوران کفر را زنده میکنین و انا بین اظهرکم و هنوز مادر در میان شما هستم رسول الله صلی الله علیه و با بسیار تندی با اینها برخورد میکنه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه از این نکته میشن و دوباره یک دیگر خود را در میگیرن و این ترفند بسیار خطرناک و شیطانی مشرکین و یهودی ها بر هم میخورن بار دیگه یک دیگه از انصار و مهاجرین رفتن از یک چا آب میگیرن یک غلام از مهاجرین در در گرفتن در بیرون کردن آب از چا با یکی از انصار کدام چیز سخنشان تبادله میشه این ای مهاجر به آواز بلند صدا میکنه ای مهاجرین بیاین از ما بکنین و این هم از انصار از مردم مدینه کمک میگیره گرچه در اصل اصطلاح مهاجر و انصار اصطلاحات قرآنی است اصطلاحاتی است که دریلت به فضیلت و بزرگی و شأن و مرتبه از اینها داره اما زمانی که حتی امی اصطلاحات حتی این اصلاحات وسیله برای تفرقه و اختلاف در میان مسلمان ها باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم مردود میدونه نزدیک از دوباره در بین مسلمان ها نزاع و اختلاف در بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و دوباره هم کلمه خدا میگه ابی جاهلیتی الجاهلیتی و انا بین اظهرکم در بعض از روایات ایده هم گفته میشه و یک تعبیر بسیار زننده و به اصطلاح انزجار کننده را رسول الله صلی الله علیه و سلم به کار میبره میگه دعوها این تعصبات را کنار بگذاریم فانها فا منتنه اینها گندگی است کثافت است گندگی و کسافت به خاطر از که از جمله ارزش های دوران کفر است از جمله ارزش های دوران جاهلیت است شما میدانید قبل از اسلام همه چیز مردم قومشان بود همه چیز مردم زبان و نژادشان بود عرب ها دیگه هیچ ب... افتخار و برتری نداشتن فقط افتخارات قومیشان بود هر قومی سر قوم دیگه خود فقط به خاطر افتخارات است با بکلان های خود یاداوری میکنن الله متعال در آیات مختلفی از یاداوری کرد امی ارزش فکری موجود در جامعه جاهلیت مکه قرآن کریم با آیات خودش ملغا اعلان کرد و این اختلافات دلیل بر برتری طلبی ها ندانست و بلکه فقط وسیله است به خاطر شناخت و معرفت و متاسفانه در جامعه ما هم دوباره این همی دوباره شایع شده همین ترفندی که در طول تاریخ امت از او بسیار صدمه دیده یکی از جمله بزرگترین عوامل سقوط خلافت اسلامی خصوصا در دوران عثمانی ها همی بود که استعمارگرا تعصب زبانی و تعصب قومی را در میان عرب ها شایع کردند شما مردمان عرب هستین شما فضیلت دارین برتری دارین این ترک ها چی کاره که سر شما بیان حکومت بکنن یکی از بزرگترین ابزارها و وسایل بر سقوط خلافت همین نکته بود که تعصبات ملی گرایی در میان عربها ها شایع شد و ایده از انسان های نادان و گمراه هم به خاطر برتریت عربی بودن در مقابل خلافت عثمانی پیام کردن و یکی باز دیگه عوامل حمد من در کنارش بوده یکی از این ابوظر ترین عوامل این نکته بوده و به همین لحاظ بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر مصیبتی و در هر در هر حادثه و در هر واقعه از امین نکته یادآوری میکرد که در میان مسلمان هیچ های نژادی و زبانی و قومی وجود ندارد. در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از بزرگترین حوادث زندگی پیامبر که پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمترین نکات اسلام را دوباره یادآوری کرد حجت الوداع است آخرین و مهمترین خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و به عنوان یک معلم و به عنوان یک طبیب و به عنوان یک دکتر خوب مرض را تشخیص داده بود به همین خاطر یکی از محوریترین مباحث و عناوینی که رسول الله صلی الله در حجت الوداع سر از بسیار تمرکز کرد همین نکته بود که هیچ عربی بر عربی و هیچ عربی بر عجمی و هیچ چاپوسی بر سفید و هیچ سفید بر چاپوسی بر تری نداره و همه شما به مسابه دندانه های شانه با هم برابرن و برادرین فضیلت و, و برتری فقط در تقوا هست چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینقدر ترکیز میکنه و هم در یک بسیار مهمی در یک مجلس بسیار بزرگی به دلیل از که خطر تعصبات خیلی خطرناک و کشنده و مهلک برای یک جامعه هست و وقتی ما شما متاسفانه به وضعیت کنونی جامعه خودم توجه میکنیم یکی از امراض بسیار شایع و فراگیر و ساری در میان مردم ما می نکته هست حتی در میان کسانی که دعوای, دعوای داشتن عقیده سالم اسلامی را هم دارند با یک نفر دوستی میکنه و محبت میکنه فقط و فقط به خاطر از که چی هست هم زبانش است وقتی میبینه یک نفری خوب میدونه که فلانی نفر آدم بسیار بدش، آدم بسیار زشت است، آدم از انحراف، آدم از در مقابل دین الله قرار داره اما از او حمایه میکنه و ازش پشتیبانی میکنه فقط بخاطر از که اگر پشتون است، از مونگ پخته بیم اگر فارسی زبان است خوب یه قوم خود ما هست اگر ازبک است و اگر چیز دیگه است و اینمی مصیبت از جمله مصیبت بسیار کلان است شاید مبالغه نباشه اگه بگیم یکی از بزرگترین مصیبت‌هایی که ما فعلا در جامعه خود داریم وجود تعصبات قومی و زبانی و نژادی است این باعث شده بدترین انسان‌ها در رهبری جامعه قرار بگیرند وجود تعصب باعث میشه بدترین انسان ها در رهبری جامعه قرار بگیرند و همه مصیبت‌ها ها را باز انسان‌ها و رهبران فاسد در جامعه به بار خیلی از کسانی که فعلا نمیاله در جامعه ما شما قدرت دارند دلیل قدرتشان چیست فقط فقط این دلیل قدرتشان این است که مردم به خاطر زبان و نژاد و قوم از اونها حمایت میکنه همین کسانی که همه مردم ازشان شکایت داره هر کسی از این کلا شکایت دارن فلانی فلانی رقم از فلانی فلانی رقم از فلانی فلانی رقم است چی کسی اینها را در رهبری جامعه قرار داده فقط و فقط حمایت به خاطر تعصب این اوج جهالت یک جامعه هست که از یک... از بدترین نفر حمایت بکنه به خاطر از اینکه مربوط به نژاد ما و مربوط به زبان ما و مربوط به قوم ما هست. پس وجود تعصبات در یک جامعه تنها انحراف اعتقادی نیست تنها یک انحراف فکری خطرناک و مهلک نیست در کنار از از جمله بزرگترین اسباب است که باعث حلاکت یک جامعه میشه و در جامعه ما شما این درد را خوب احساس میکنید و این مصیبت زمانی خطرناکتر میشه که کسانی با دایه اسلام و با دایه اندیشه سالم اسلامی هم ببینین وقتی مسئله زبان به وجود میاد از زبان خود تعصبامی از دفاع میکنه از نژاد خود متعصبانه دفاع میکنه البته معنای از این است که اسلام با نژاد و زبان مخالف باشه نه قطعا وجود زبان های مختلف و وجود اقوام مختلف از جمله نشانه از نشانه های الله متعال در میان هستی است و انسان مسلمان قطعا به اینها وقت میگذاره هر انسانی حق داره از زبانی که دوست داره تکلم بکنه هیچ مخالفتی نیست زمانی این مشکل میشه که ما زبان خود را به خاطر مثلا صحبت فارسی کردن یا پشتو صحبت کردن خود را از دیگران برتر بدانم و از یک انسان منحرف به خاطر وجود اشتراک قبیلوی و زبانی ازش حمایت بکنم در باطل این از تعصب اما اینکه طبیعت انسان مثلا زبان خود دوست داره یک امر طبیعی است این مردود نیست این زمانی مردود میشه که ما یک انسان دیگه را در باطل به خاطر وجود زبان مشترک حمایت بکنم و متاسفانه کم نیستن کسانی که تا این مرض مهلک گرفتاره و این مرض مهلک تنها بر جامعه اسلامی بلکه بر جامعه بشری از جمله بزرگترین اسباب هلاکت بوده شما تاریخ دنیا رو وقتی مطالعه بکنید نه تاریخ معاصر را به جنگ های جهانی جنگ دوم جهانی نزدیک به 60 میلیون انسان به هلاکت رسید بزرگترین دلیلش وجود تعصبات بود هتلر و قوم نازی های آلمان به خاطر برتریت نژادی خود جنگ را برای انداختن 60 میلیون انسان به هلاکت رفت فقط به خاطر از اینکه کسان خود را برتر از دیگران میدانستند و متاسفانه در دنیا امیال در جوامع اسلامی هم متاسفانه این مرض خیلی فراگیر شده هزاران خون ناحق فقط به خاطر تعصبات ریخته میشه پس برای اینکه مسلمان لازم است بدانه هرگاه از لحاظ فکری زبان خود را نژاد خود را و منطقه خود را و هر معیار دیگه غیر از دین خود را وسیله بر برتریت سر دیگه انسانها ها بدانم امن نیست وقتی یک انسان مسلمانی برادر مسلمان خودش به خاطری که با او در زبان و در نجات مخالف است برادر خود ندانه به آیه انما المؤمنون اخوه متقد نیست وقتی یک انسان مسلمانی یک کس دیگه را به خاطر از اینکه از یک منطقی دیگه دنیا هست او را برادر مسلمان خود ندانه و مثل برادر در مورد از او احساس نداشته باشه با آیه انما المؤمنون اخوه معتقد و باورمند نیست

و نژاد تشکیل شده و نژاد و زبان و قوم برشان از عقیده مهمتر باشد و صراحتا تکفیر میکنه. عبدالله ازام شهید دیگه کتاب حزب بحث که یک حزب ملیگرای عرب است و عربیزم را بر اسلام به صراحت ترجیح میتر با صراحت تکفیر میکنه. و واقعا هم این فتوا دقیق است هرگاه کسی عقیده از, هر چ... از عقیده کرده چیز دیگه برش مهم باشه از ایمان لا اله الا الله کرده برایش زبانش مهمتر و ارزشمندتر باشه پس جایگاه لا اله الا الله را ندانسته چرا چون با کسی که در لا اله الا الله پیوند داره با او موالات نمیکنه بلکه با کسی موالات میکنه که با زبانش است این قطعا انحراف اعتقادی است و متاسفانه در جامعه ما نه که شایع شده هر روز دامن زده میشه چرا دامن زده میشه به خاطری که یکی از بزرگترین ابزارهای وجود استعمار و اشغال و دوام جنایات س... اشغالگرا امیس که در میان مردم تعصب برقرار نمزد. آمار و گراف تعصب در افغانستان بعد از آمدن صلیبی ها از 80 اشتاد... از 180 هم بالا رفت و قطعا با حمایت مستقیم استعمارگرا این تعصبات دامن زده پس مسلمان باید بیدار باشه، مسلمان باید درک بکنه هرگاه ما به عنوان یک امت واحد و به عنوان یک ملت واحد هر مسلمان را برادر مسلمان خود بدانیم و با خوشی مسلمان خوشحال شویم و با مصیبت مسلمان اندوهگین شویم هرگز اجازه نمیتیم که بعد وقتی سر ازو ظلم شد ما احساس راحتی بکنم حال مصیبت مسلمان ها به حد بالا رفته و به حد در انحراف واقع شده که وقتی یک نفر میبینه که یک برادر مسلمانش سرش مصیبت آمده از طرف یک کافر خمر بود به قومش نیست خوشحال میشه و الله قسم که نفر عقیده اسلامی رو درک نکرده که وقتی بر سر یک نفر به خاطر از اینکه دقام با ما شریک نش یک مصیبتی بیاید از این خوشحال شوی رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤمن جسد واحد است اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والهم مسلمان مثل جسد واحد است هرگاه یک عضوی از این جسد در نتیجه یک مصیبت درد برش میرسه قط ما باید درد در قلب خود احساس بکنیم و اگر یک نفری به خاطر مصیبتی که برای یک مسلمان میرسه دردش در قلب خود احساس نمیکنه عقیده اسلامی را درک نکرده ولو ده او کنج دنیا باشه و به با همین خاطر همه علمای اسلامی هم میگن فقها میگن اگر یک زن مسلمانی در شرق اسیر کفار میشه سر همه مسلمان ها به خاطر دفاع از فرض است فرض عین است هایی که به خاطر دفاع از و مبارزه بکنه ولو یک زن مسلمان باشه حالا به خاطر وجود تعصبات به انواع مختلفش مسلمان در کنارش مسلمان دیگه رو میبینه بدترین نوع شکنجه میشه هیچ نوع احساسی نداره این مصیبت از بالای امت دلیلش چیست؟ به خاطر گوره در نجاد خود صحیح نمیدانه دردش احساس نمیکنه پیوندی را که الله در میان ای و در میان از او به خاطر اشتراک در عقیده بسته کرده بود را کمرزش میدانه به این نمال اخوه باورمند نیست پس این یک انحراف انحراف کوچکی نیست این انحراف تنها در در جامعه ما هم نیست و استعمارگرا ببینیم چقدر انسانها ها را توته توته میکنن اول امت اسلامی را به عنوان یک امت واحد قرآن میگه و ان هذه امتکم امه واحده این اول تقسیم کردن با پنجا و پنجا چند کشور تقسیمش کردن و باز در بین هر کدام از این کشورها تعصبات ملیگرایی را در بالاترین حد ممکنش رساندن که یک انسان مسلمان افغانی آمادگی نوکری کردن برای کافر هست اما یک برادر مسلمان دیگه خود حداقل در حد یک برادر نمیدانه همین رقم است یعنی افغان ها نوکری کفار را میکنن نوکری صلیبی ها را میکنن اما یک پاکستانی در حداقل برادر خود نمیدانه یک پاکستانی نوکری صلیبی ها را میکنه یک افغان را برادر خود نمیدانه همون رقم همه کشورها یک مصری نوکری یک کافر را کنه، اما یک نفر از سعودی رو برادر مسلمان خود نمیدانه یک نفر از از سوریه نوکری کافر را می کنه، اما یک نفر از عراق رو برادر خود نمیدانه و به همین خاطر است که ما به این حالت رسیدیم و دامی دا هم مکتفا نمیکنن پروسی که استعمارگرا با شدت و با قدرت بسیار فوق سرشکار سرش کار میکنن همین که تعداد موجود کشورهای اسلامی را هنوزم قیچی بکنن بیشتر قیچیش بکنن شما دیدین در عراق به اصطلاح نظر سنجی به خاطر ایجاد یک دولت مستقل به نام کردستان با حمایت مستقیم و علنی اسرائیل اجرا شد علنی مخفیانه هم نی به خاطر چی آیا اسرائیل کردها را خیلی دوست داره اسرائیل فراموش نمیکنه که کرد اونم قومی است که بیت المقدس را آزاد کرده اما آل به خاطر عقیده ای کار را نمیکنن به خاطر زبان ای کار را به خاطر نژاد ای کار را میکنه. اما اسرائیل حمایتش میکنه در افغانستان خود ما ببینیم ما چقدر تکس توتا توتا شده ایم؟ ای پشتون است ای تاجک است ای ازاره است ای است باز دمی با حد هم اکتفا نکرده از لحاظ جغرافیایی این مردم از سمت شمال این مردم از سمت جنوب هنی. با یک تا حد دشمنی دارن. و حتی دامی هم اکتفا نکرده مثلا تنها حداقل این پشتونا را باز با هم متحد نمیدانند نه باز داخل پشتونا که بری باز میگه این اسم غلیظایی است اینجل چه رقم این ای ای تا حدی هم رقم تو تا تو میکنه که حتی این ذهنیت در جامعه ما حاکم شده که ما یک نفر را که دنجاد و در زبان و در قوم و در پدر هم با هم نزدیکیم نوع دشمن میدانیم اصطلاح عامیانه ما شما میگین فلانی او درزادای ما هستند نه او درزادای یعنی چی یعنی کسانی که ما با هم دین رقابت شدید مثل دشمنی با هم واقع این روحی از کجا شده این روحیه را کی کلان میکنه و هر روزم میبینه با ابزارها و وسایل مختلفی دامن زده میشه پس هرگاه کسی دعوتش به طرف تعصبات نژادی و زبانی بود دعوای اندیشه اسلامی رو نکنه هرگاه کسی پشتونیزم بودن برش از اسلام مهمتر بود مسلمان نیست هرگاه کسی فارسی بودن و فارسی زبان بودن از اسلام کرده برش مهمتر بود مسلمان نیست هرگاه کسی منطقه و محیط جغرافیایی که زندگی میکنه برش از عقیده مهمتر بود دعوای لا اله الا الله را نکنه باید و این مرض بسیار مهلک است مرض خیلی خطرناک است مرض است که موارد مندر به این میشه که در جامعه انسانی و اسلامی ما هزارها خون ناحق به خاطر همین تعصب ریختانده شود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از ما نیست کسی که به طرف جاهلیت دعوت میکنه لیس من نامن دعای عصبیت به طرف تعصب وقتی کسی دعوت میکنه از ما نیست وليس منا من قاتل على عصبيه وازماني کسي كه بر اساس عصبيه ميچنگه وليس منا من مات على عصبيه وازماني کسي كه در مسير تعصب ميميره پس لازم است بر ما كه انديشه اصيل اسلامي را بدانيم و اي برنامه‌ها و ترفندهاي شيطاني و طاغوتي دشمن به خوب درك بكنيم و هرگز فري بي اونها را و از علما يک مقولي بسيار زيباي داره خودش عرب است قایده بسیار زیبایی میتن ای که بهترین میار میتنه بده باشه بر دوستی و دشمنی یک انسان مسلمان خودش عرب است میگه الامریکی المسلم اخون الحبیب والعربی کافر عدو و البغید ولو تشالک فی رحم واحده یک امریکایی مسلمان محبوب ترین برادر ما هست و یک عرب کافر مبغوظ ترین دشمن ما هست ولو از یک رحم تولد شده باشه یعنی از یک رحم از هر حال با همچیم مشترکیم پدر ما هم یکیست مادر ما هم یکیست نجاد ما هم یکیست زبان ما هم یکیست من دقیق. همه چیز ما مشترک است اما عقیده ما مشترک است مبغوزترین دشمن ما همیست انسان مسلمان با این معیار زندگی میکنه معیار فکری یک انسان مسلمان امیست که هرگاه کسی در لا اله الا الله با ما شریک بود من مکلفیت دفاع از جان آبرو حیثیت و ناموس او را دارم ولو کسی باشه که هیچ نوشناختی نداشته باشیم و جالب وقتی انسان به صدر امت نگاه میکنه الله متعال شرایط را هم به گونه ای آورده بود که در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان صحابه از اقوام مختلفی بوده یعنی ممکن بود که تم عرب ها می بودن این الله متعال شرایط را به گونه ای ایار میکنه که کسی به نام صهیب زوم روم و از جمله بزرگان صحابه شد شر. شرایط را الله متعال به گونه ای ایار میکنه که کسی به نام بلال بیاید و از همه بزرگان قریش که در اسلام جایگاه بالاتر پیدا بکنه از ابو سفیان که اصلا به صلاح خود آسمان خودش میگفت جایگاه بالاتر پیدا میکنه الله متعال شرایط را به گونه آماده میکنه که سلمان از فارس میآید در جمع امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پایه های اولی این دین را میگذاره و این برای ما شما میرسانه و وقتی ازش پرسیده میشه که تو فرزند کیستی میگه من فرزند اسلامم همین افتخار برش کافی است و همین افتخار برش کافی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سلمان میگه سلمان منی اهل البيت سلمان از اهل بیت ما هست. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم سلمان به خاطر مسائل خیشی نشده یقیده است و ای لا اله الا الله است که سلمان را که با نجاد و زبان و منطقه و همه چیز با پیامبر صلی الله علیه و سلم تفاوت داره اهل بیت پیامبر میسازه و ای عقیده و ایمان هست که بلال حبشی که هر روز مورد شکنجه امیه ابن خلف قرار میگیره از افضل امت میشه و سر همه بزرگان قریش که بر علیه دین الله قرار دارن با وجود اینکه عرب اصیلن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب قرار می دیده. پس عقیده اسلامی هیچ مرزی را و هیچ تفاوت دیگه را در میان انسان ها بجز تفاوت عقیده را به رسمیت نمیشناسه و انسانی که این معیار برش مهمتر باشه و افضل تر باشه و اولاتر باشه دعوای ایمان به الله و دین الله متعال را نباید داشته باشه و این خطرش زمان بیشتر میشه که یک ایده همین مرض واقع هستن اما متوجه خود نیستن خیلی ها تصور میکنن وقتی ازش بسان میکنی میگه من با تعصب مخالفم اما در میدان عمل وقتی قرار میگیری بلفل میبینی فقط به خاطر تعصب است که از یک نفر حمایه میکنه پس انسان مسلمان باید خوب دقیق باشه هر وقت یک سخن رو میگه یک موقف رو میگیره ببینه که من با چی میار رمی کار رو میکنم با چی میار از فلانی حمایه میکنم با چی میار با فلانی دشمنی میکنم مفهوم دوستی به خاطر الله و مفهوم دشمنی به خاطر الله که در تضاد با تعصب است در تضاد اصلی با تعصب است در اسلام جایگاه کوچکی نداره جایگاه خردی نداره یک امر استحبابی نیست یک امر سنت نیست بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم کمال ایمان را امیر معیار معرفی میکنه من احب الله هر کس به خاطر الله دوستی بکنه نه به خاطر زبان قوم نجات و منطقش و ابغض الله و اگر کسی به خاطر الله با کسی دشمنی بکنه و بغض بکنه نه به خاطر زبان و نجات و منطقه و قومش و اعطا لله و اگر کسی چیز را به کسی میبخشه به خاطر الله ببخشه نه به خاطر زبان قوم نجات و دیگر تفاوت و اعطا لله و منع لله و اگر چیز را از کسی منع میکنه به خاطر الله منع بکنه جایگاهی از این گپ چیست فقط استکمل الایمان ایمان خود را تکمیل کرده پس مفهوم مرض مهلک مثل تعصب وقتی در وجود یک نفر جا میگیره قلبش را در خطر واقع نمیکنه بلکه ایمانش را در خطر واقع میکنه و کسی اگر در یک مرض به صورت ضعیف قلبی هم مواجه باشه خیلی زود به خاطر تداوی خود اقدام میکنه چون میترسه کی برام چی هست مهلک است معمولا امراض قلبی خیلی زیاد شده خیلی آدم میترسانه الله بر خیر بر دایی صحت کامل نصیب کنه گفتن تکلیف قلبی سی تو یک شوک خطرناک خورده چون خطرش بیشتر است و قطعاً اون مرضی که ایمان را از بین به مراتب مهلکتر و کشندتر است چون برای یک مؤمن هیچ امر مهمتر از ایمان نیست از الله تبارک و تعالی صدا داریم که بر ما شما مفهوم درست دین را نصیب بکنه فهم درست دین را نصیب بکنه و از این امراض بسیار خطرناک و مهلک و کشنده که متاسفانه هر روز در جامعه ما فراگیر میشه ما را نجات بده و قطعا بدانیم ما مکلفیت داریم مکلفیت ما تنها در این خلاصه نمیشه که خود از این مرض نجات بدیم مکلفیت کلانتر دیگه ما که دیگرها را هم که در این مرض مهلک دچارن.